سلام تو این ویدیو میخوام در مورد ماژول HX711 که یک ماژول بسیار پرکاربرد مخصوصا برای اندازگیر وزن با لوتسل هست صحبت بکنم و تمامی نکات مربوط به راه اندازیش رو بهت آموزش بدم این ویدیو رو تا آخر ببین تا این نکات ارزشمند و باها رو از دست ندید قبل از اینکه ماژول HX711 رو بهت معرفی بکنم باید بگم این ویدیویی که الان داری میبینی پارت چهارم از پروژه ایه که ما میخوایم در نهایت یک ترازوی دیجیتالی با هم تراحی کنیم و بسازیم توی پارت های قبلی ویدیوهای قبلی در مورد قسمت های مختلف این پروژه صحبت کردم توی این ویدیو میخوام ماژول HX711 رو بهت معرفی بکنم خب ببینید یک سو تفاهمی که در مورد این ماژول وجود داره حتی بین افراد خبره من دیدم این سو تفاهم وجود داره اینه که فکر میکنن این آیسی مخصوص در واقع فقط برای لود هست در حالی که این دیدگاه اشتباهه این ماژول یک مبدل آنالوگ به دیجیتال دیفرانسیلی 24 بیتیه که شما هر ولتاژ آنالوگ دیفرانسیلی رو میتونید با این مبدل تبدیل کنید به دیجیتال حالا خود کارخونه سازنده توی دیتا شیتش نوشته که کاربرد اصلیش برای ویت اسکیل هست نه اینکه تنها کاربردش ویت اسکیل یا اندازگیری وزن باشه برای خیلی از کاربردها میشه استفاده کرد ولی حالا اکثرا برای لود استفاده میشه این از این حالا چرا اسمش رو گذاشتن hx 711 این ماژول رو دارن میگم ما. این ماژول اسمش hx 711 شده چون یه آیسی روشه این آی اسمش hx یک مدار حداقلی هم نیاز داره داخل دیتا شیتش اگر نگاه بکنید میبینید که یه مدار حداقلی کشیده چند تا مقاومت خازن و ترانزیستور اینها که کارخونه سازنده این ماژول اومده اون مدار حداقلی رو, رو روی این برد کوچیک برای ما بسته تا ما توی پروژه هامون کمتر زحمت بکشیم اون قسمت ها رو خودش حل کرده برای ما خب بچه برای اینکه من این ماژور رو بهتون آموزش بدم باید پایه هاش رو رسم بکنم اینجا تا بتونیم که در مورد پایه هاش صحبت بکنیم بدونید که پایه ها برای چی هستند تا بتونیم که نحوه راه رو با هم صحبت بکنیم توی این مدت که من دارم اینو رسم میکنم تا یادت نرفته این قلب سفیدم برای من قرمز کن خب بچه این ماجولمون پایه هاش به این شکله 6 تا پایه در سمت چپ داره 4 تا پایه در سمت راست داره این قسمت که هست 6 تا پایه ایه مثبت ایه منفی آی منفی آی مثبت b منفی b مثبت داره اینا ها پایه هاشن اینور gnd dt st و vcc رو داره که برای راه اندازی این ماژولمون ما باید گراند و vcc در سمت راست رو به منبع تغذیه‌مون وصل کنیم که باید این منبع تغذیه ولتاژش برابر با ولتاژ همون میکروکنترلری باشه که ما داریم ازش استفاده میکنیم مثلا ای 5 پنج ولتی اگر داریم استفاده میکنیم 3 ولت و 5 ولت باید وصل بکنیم اگر آرم سه و ولتی هست صفر و سه و ولت باید بهش وصل بکنیم این از این این قسمت و از پایه دیتی و استیکا هم برای کنترل و خوندن مقادیر استفاده میکنیم ولی چیزی که مهمتر هست این وریه. این پایه ای مثبت ای منفی همون پایه اکسایتیشن مثبت و اکسایتیشن منفی هست و آی مثبت آی منفی بی مثبت بی منفی هم برای ورودی دیفرانسیلیه یعنی ما ورودیمون رو از این دوتا پایه یا از این دو تا پایه میدیم خب از اینجایی که معلوم هست ای و بی داریم یعنی دو،, دو, تا کانال داره ما همزمان میتونیم دو تا ورودی به این ماژول بدیم و این ورودی ها رو بخونیم که توی لود سل ما چون یه دونه فقط لود سل داریم توی این پروژه فقط از یک کانال استفاده خواهیم کرد حالا شما میتونید از کانال A استفاده کنید یا کانال B استفاده بکنید از اونجایی که کانال A دقتش بالاتر هست دقتش در واقع آمپلیفایرش گین بالاتری داره گین 128 و 64 رو کانال A داره و گین 32 رو کانال B داره ما از کانال A استفاده میکنیم با گین 128 تا بتونیم بهتر بیایم و ولتاژ رو بخونیم گین 128 یعنی چی یعنی اون ولتاژ که بهش میدیم 128 برابر اونو بزرگتر میکنه و بعد اندازه گیری میکنه این برای ما خیلی خوبه دیگه یعنی یه آمپلیفایر داخلی داره اون 128 برابر ولتاژ رو بزرگتر میکنه ما بهتر بتونیم اندازه گیری رو انجام بدیم خب این ور یک پل وتستون داریم در مورد پولیوتستون هم توی پارت قبلی من صحبت کردم توی پارت های قبلی که یه پایی اکسایتیشن مثبت داره اکسایتیشن منفی اکسایتیشن ها رو وصل میکنیم به ای مثبت و ای منفی و خروجی ها رو به ای مثبت و ای منفی وصل میکنیم فرض کن این دو تا پایه رو وصل میکنیم به ای مثبت منفی بذار اینا رو با قرمز من وصل بکنم که بهتر مشخص بشه خب به این شکل حالا اینم که یک لود گفتم توی پارت های قبلی که یک لود سل داخلش یک پل وتستون داره که به این صورت وقتی که وزن بهش اعمال میشه اختلاف ولتاژ بین این دوتا پایه ایجاد میشه یه اختلاف ولتاژ خیلی کوچیک حالا این کانال آمون که آمپلیفایر داره 128 برابر اون اختلاف ولتاژ کوچیک رو بزرگتر میکنه تا ما بتونیم راحتتر اندازه گیری بکنیم و بعد از اینکه بزرگترش کرد 128 برابرش کرد این وسط این آی میاد و تبدیلش میکنه به دیجیتال ما میتونیم از این دو تا پایه بیایم این رو بگیریم خیلی راحت تا اینجاش فهمیدیم که به چه شکله خب تا اینجا رو متوجه شدیم حالا پایه دیتی و استیکا به چه شکل کار میکنن ببین اگر ما بیایم پایه استیکا رو یکش بکنیم یک منطقی بهش بدیم اگر بیش از 60 میکروسانیه یک باشه این ماژول میره به حالت خواب کلا خاموش میشه و دیگه اینها رو نمی... هیچی نمیخونه هیچ کاری نمیکنه اگر بیش از 60 میکروسانی این رو بیایم یکش بکنیم حالا اگر بخوایم که اینو بخونیم مقدار ولتاژ رو در اینجا بخونیم و در نتیجه بفهمیم که چند کیلو چند گرم وزن روی ترازومون هست باید اینو صفرش بکنیم وقتی که استیکا رو صفر میکنیم پایه دیتی رو باید ما منتظر بمونیم که صفر بشه وقتی که ما اینو صفرش میکنیم سی کارو این در واقع ماجون شروع به کار میکنه و زمان میبره تا خودش اصطلاحا ویندوزش بیاد بالا یعنی ستلینگ تایمش تموم بشه هم ویندوز نداره نیاید بگی که اینا ویندوز نداره منظورم اینه که مثلا را بیفته ماژول را بیفته ویندوزش هم بیاد بالا وقتی که اندازه گیری کرد و کارش تموم شد این پایه رو خودش سفر میکنه ما با میکروکنترلر، پس مییاییم استیکا رو صفر میکنیم و منتظر میمونیم که این دیتی صفر بشه وقتی دیتی صفر شد یعنی ماجور میگه که آقا من آمادم که دیتا رو بهت بدم اون وزنه رو بهت بدم اون ولتاژ رو بهت بدم خب در این حالت چیکار میکنیم پالس میدیم از پایه استیکا میایم اینو یک میکنیم دوباره صفر یک صفر یک صفر این کار رو 24 بار انجام میدیم هر بار که اینو یک صفر میکنیم سی کار رو یک صفر میکنیم یه بیت میاد اینجا روی دیتی تی یکی یکی این دیتی بیت ها رو از روی دیتی تی بر می داریم و در یک آرایه ذخیره میکنیم در نهایت ما 24 تا بیت به دست آوردیم اون 24 تا بیت یک عدده باینری 24 بیتی به ما میده که ولتاژ این دوتا پای است خب بذار یکم واضحتر بگم به فرض کنید یه عدد 24 بیتی داری یه آرایه 24 بیتی از عدد باینری یعنی صفر و یک اینجا قرار میگیره شما میای استیکار رو یک میکنی بعد یه زمانی رو صبر میکنی که اون زمان یک میکروسانی است چرا یک میکرو... توی دیتا شیتش نوشته که وقتی اینو یک میکنی یک میکروثانیه زمان طول میکشه که دیتا بیاد روی این پایه خب یک میکروسانی بعد از اینکه اینو یکش کردی نگاه میکنی دیتی اگر صفر اینجا مینویسی صفر اگر یک مینویسی یک فرض کن یک بعد دوباره استیکارو رو صفر میکنی دوباره یک میکنی بعد اون زمان را منتظر میمونی میبینی که این چیه صفره یا یکه اگر صفر باشه اینجا مینویسی صفر یک باشه یک و این کار رو 24 به انجام میدی یه عدد 24 بیتی به دست میاری حالا اینا رو من از کجا فهمیدم که چطور باید با این ماژول رفتار بکنم از روی دیتا شیتش دیتا شیت hx 711 رو کامل خوندم اتفاقا تمامی مراحلش هم فیلم برداری کردن طی دوره دیتا شیت خانی ماژول hx 711 الان روی سایت هست با قیمت بسیار پایین که میتونی تهیه بکنی ببینی که من این دیتا رو چطور خوندم و چیا نوشته داخل دیتا و کل مراحل دیتا شیت این ماژول رو یاد بگیری خب حالا این به کنار بعد اینکه این عدد رو خوندی میتونی که عدد رو تبدیل به عدد اینتیجر بکنی و از روی اون ضرب و تقسیم بیاید این وزن رو به دست بیاری که توی مرحله برنامه نویسی رو کامل خواهی دید که من دارم چی کار میکنم خب حالا ببینید بچه ما میتونیم از طریق همین دوتا پایه به این ماجول بگیم که پایه مثلا بیا کانال بی رو بخون یا کانال A رو با گین 64 بخون چون الان 128 دیگه 128 برابر کرده شاید بخوایم که 64 برابر بکنه اونا رو هم باز با همین دو تا پایه این کار انجام میدیم اگر بخوایم پایه B رو بخونیم کانال B رو بخونیم باز با همین دو تا پایه میایم یه کارایی میکنیم که بیایم پایه ها رو در واقع پورت B رو بخونیم کانال بی رو بخونیم همه اینها رو من توی دیتا شیت خانی و کتابخونه نویسی ماژول hx 711 آموزش دادم خب بچه تا اینجا برای انجام این پروژمون کافیه شما متوجه شدید که به چه شکلی میخوایم لودسل رو به این ماژول وصل بکنیم و ویسگران رو وصل میکنیم چطور میایم عدد یا ولتاژ این دو تا پایه رو میخونیم به راحتی برای این پارتمون کافی هست که پارت بعدی مدار این پروژه رو میبندیم با دقت برنامهش رو مینویسیم و در نهایت مدار رو در واقع دستگاه رو میسازیم و کیفشون رو یکی از حالا پروژه های بسیار پرکاربرد شما میتونید حتی یکی بسازید برای خودتون استفاده هم بکنید خیلی دقیق در حد گرم میتونه به شما دقت بده ممنونم که تا اینجا ای ویدیو با من همراه بودی منتظر ویدیوهای بعدی باش که میخوایم این پروژه رو با هم بسازیم و واقعا به نظر من لذت بخشه خیلی لذت بخشه این پروژه و خیلی چیزهای مفیدی رو یاد خواهی گرفت نحوه برنامه نویسی این چیزهایی که گفتم هم توی پارتهای بعدی خواهی دید خب منتظر ویدیوی بعدی باش موفق و معید باشید